بسم الله الرحمن الرحیم. پرلند خانم ها و آقایان، عذرخواهی میکنم که اگر صحبتم اندازه مشخص و معینی نداره و گاه زودتر از اون چی که پیش بینی میشه تمام میشه و گاه دیرتر، به خاطر اینکه نمیشه قبلا اندازش رو تعیین کرد، یعنی خود من هم نمیتونم اندازه ظرفیت زمانی حرف رو قبلا پیش بینی کنم، برای اینکه هر حرفی یک ظرف زمانی داره و فقط کسانی که هنرمندن و سخنور هستن میتونن در ظرفهای ثابتی همیشه سخن بگن، ولی من که ناشی هستم خود به خود تسلیم خود حرفم، نه که حرف تسلیم من باشه. این است که اگر گاه بیش از وقت طولانی میشه عرض میخوام، ولی اون چه هست اینه که بحثی که من مطرح میکنم ولو در این شبها باشه و نامش نام درس و کلاس نیست، ولی به هر حال باز هم درس و کلاسه و مخاطب واقعی و اصلی من دانشجویان یا کسانی هستند که در حد و در تیپ فکری دانشجو هستند و خودشون رو برای تدریس آماده میکنن، نه برای گوش دادن به یک خطابه یا یک سخنوری. اینه که اونا تحملشون معمولا بیشتره. بحثی که دیشب مطرح کردم یکی از پایه های مبحث بزرگیه که امشب میخوام مطرح کنم، چون که دو بحث دیگه هم که در آینده طرح خواهم کرد باز هم یکی از جزئی ها و یکی از پایه های موضوعی است که امشب طرح میکنم به نام تشیع علوی و تشیع صفوی. دموستن یه خطیب یونانی معروفه. این آدم ضعیفی بود، بچه خیلی شرمناک و شرمگین، صداش بسیار نارسا، اندامش بیقواره و فن سخن گفتن و هم کلی بلد نبود، حتی در حد بچه معمولی. در اون دوره یونان که صوفیسم از همه قوی تر بود و صوفیست ها یعنی سخنوران بزرگ و نیرومندی که با قدرت بیان شب روز و روز شب نشان می دادند، در اون دوره اونها بودند که و سرنوشت جامعه و افراد حکومت میکردن و سفسطه از همین جا میاد. این بچه کوچکی بود و ارثی که از پدرش رسیده بود مدعیان خوردن، برای اینکه در دادگاه وکلای مدافع مدعیان و قاصبین که از همین صوفیست ها بودن به قدری با توانایی توانستند حق او را پامال کنند و قصد دیگران را حق نشان بدن که این محروم شد. این محرومیت که به وسیله قدرت منطق و سخن
دوچاره شده بود یک کمپلکسی درش ایجاد کرد که اگر من میتونستم حرفم بزنم و میتونستم استدلال مخالف رو جواب بگم حقم پامال نمیشد. اینه که تصمیم گرفت علاوه بر ضعف بدنی و ضعف صدا و ضعف زبان و بیان و جاذبه نداشتن قیافه، بر همه این ضعف‌هاش پیروز بشه و یک سخنور توانایی بشه که بتونه بعد حقش رو احیا کنه. و همین تمرین‌هایی که از تمرین‌های خاصی که بعد همین آدم دموستنس شد، خطیب بزرگی که در تاریخ به عنوان یکی از خداوندان سخنوری شناخته شده. و حتی برای یکی از سخنانش 7 سال کار کرده. این تمرینی که او میکنه، دوره تمرینی که او داره با وضع ما خیلی متناسبه. توی کوهستان تنها میرفت، یک حفره‌ای درست کرده بود توی سنگ به اندازه‌ای که خودش ایستاده در اون حفره غار بتونه جا بگیره. از اطراف دیوارهای این حفره و این غار تیغ‌ها و خارها و میخ‌های مختلفی نصب کرده بود، به شکلی نصب کرده بود که بتونه یک فضای متناسبی و محدود و مقیدی داشته باشه که در اونجا که قرار میگیره و بعد تمرین سخنرانی میکنه، دستش ره، سرش، گردنش، شانش و پاش ره و بدنش ره نتونه بیش از اون چی که لازم هست حرکت بده و یا حرکات اضافی و ناشیانه بده به اندامش. به این شکل که وقت سخن میگه دستش ره به همون میزانی بتونه حرکت بده که برای بیان اون سخنش لازمه، و اگر دستش ره به طور انحرافی یا اضافی حرکت داد به یکی از اون تیغها و یا از اون سیخها بخوره، مجروحش بکنه. و بعد این زنندگی ها و جزندگی ها و این محدودیت های تیز و تند اون رو مقید بکنه به یک حرکات یک نواخت و هماهنگ. برای اینکه یکی از تمرین های سخنرانی اینه که اداهایی که سخنران در میاره اونا طبق یک فنی باشه. این حالت البته او رو بعد یک سخنران بزرگ کرد و بعد در همون حالت و در همون قید توی همون سیخا و تیغا سالها به تمرین پرداخت و توی بیابان که کسی نبود و هیچ وقت خجالت هم نمی کشید میتونست فریاد بزنه، سخن بگه، حرف بزنه و خطاب به یک جمعیت فرضی تمام عقده‌هاش رو خالی کنه. وضع سخن گفتن ما هم در زمان ما و در شرایطی که الان هستیم درست وضعیتی است که دموستنس در اون غار پرسیخ و میخ داشت برای حرف زدنش. هر چه و هر حرفی و حتی هر کلمه‌ای که می‌خوایم انتخاب کنیم می‌بینیم یک سیخی به یک جامون فرو میره، یک تیغی آگاهمون میکنه، از این طرف مجروح میشه، میخوام بزنیم یک چیز دیگه بگیم به یک جای دیگه میخوره، میخوام هیچ کدوم نگیم یک چیز دیگه بگیریم یک تیغ دیگه ای باز زخم خودش میزنه. بعد میبینیم که در چنین قیدی که باید حرفی زد تا
که به هیچ جا و به هیچ تیغی و هیچ میخی آسیبی و تماسی پیدا نکنه، این سخن گفتن رو بسیار مشکل میکنه، بسیار مشکل. و متاسفانه بدبختی بزرگتر اینه که بعد آدم عادت میکنه که در این قیدها حرف بزنه، بعد خطیب بزرگی میشه. چگونه خطیبی؟ خطیبی که 60 سال سخن میگه. اول یکی از رفاهام چند روز پیش به من نصیحت میکرد که تو باید خیلی مواظب حرف زدن باشی. ببین فلان کس 30 سال حرف میزنه و هیچ کس بهش ایراد نمیگیره و هیچ کس تا حالا بهش ایراد نگرفته، اما تو هر حرفی که میزنی 10 نفر که میگن تأیید میکنن، 100 تا و 100 جا دیگه حمله میشه به. گفتم آخه ترس منم از همینه که این در این قید دموستنسی سخن گفتن بعد آدم رو به یک نوع خطیبی تبدیل بکنه که بعد به قول تو 30 سال سخن بگه بدون این که کسی بتونه بهش انتقاد بکنه. اینی که کسی میبینیم 30 سال سخن گفته هیچ کس به قول تو بهش ایراد نگرفته، به خاطر این است که 30 سال سخن گفته و هیچ کس ازش نتیجه نگرفته. یکی از علائم شیعه، فرقهای شیعه علوی و شیعه صفوی همینه. یکی از فرقهای اساسیش علی خودش بعد نصایحی میکرد که چجور باید حرف زد که هیچ کس ایراد نگیره و همه بپسندن. گفتم من دلم برای خودم نمیزوزه، برای حضرت علی میزوزه که نبود در زمان ما از نصایح شما برخوردار بشه و اون همه ناراحتی ها و رنج ها و گرفتاری ها رو نمی داشت. حرف می زد، صحابی نزدیک و صمیمی پیغمبر باش مخالف می شد، مقدسین خشک که حافظ قرآن بودن دشمنش می شدن، دستگاه اشرافی بنی امیه و معاویه با تمام صلاح در برابرش می ایستادن. نزدیکترین و صمیمیترین همگامان خودش در طول 23 سال که با هم در یک سنگر و یک جبهه بودن ازش آزرده می شدن. حتی برادرش تحملش نمیتونست بکنه و می رفت، و اگر می بود و این راهنمایی های شما رو می شنید مسلماً موفق می شد در زندگیش. شیعه علوی یعنی کسی که در راه او و به میزانی که قدرت و استعداد داره قدم برمیداره نمیتونه سرنوشتی جز سرنوشت رهبرش داشته باشه. و اگر میبینی که تیپی این شیعه که همه ازش خوششون میاد، میپذیرنش، هیچ کس بهش ایراد نمیگیره، تیپهای متضاد و مخالف و جبههای متناقض همه تحملش میکنن یا نسبت به سمپاتی دارن، این شیعه علوی نیست. این اون شخصیت مقابل علی است که همه رو داره و بر اساس مصالح کار میکنه نه بر اساس حقایق. هم عبدالرحمن ابن اوف پولپرسته، خب یک چیزی باید بهش دار رازیش کرد دیگه، آدم با نفوذیه، با جزء قبیلهیه که شخصیت های بزرگی مثل عبدالرحمن ابن اوف خودش، مثل سعد ابن ابی وقاص توش هستن، نمیشه این ناراضی کرد، اصلا زحمت میشه، گرفتاری جار میشه، رازش. بنی امیه دشمن اسلامن، نیرومندن، همه خیانت های کردن، فاسده، اما بالاخره نمیشه اینا رو ندیده گرفت، اسباب زحمت میشن، مخالفت میکنن، بعد اشکالات ایجاد میشه، خب شام رو بهش بدیم بذار ساکت باشه. این اونجور اون اونجور اون اونجور خب مسلم رأی میاره. و علی که هیچ کدوم از اینا رو متوجه نیست تنها میمونه. داستان
اون دلاکر رو شنیدین که در زمان قدیم که با حمام های چلستون چلپنجره بود و حالا چیزای دیگه جانشین شده، دلاک ها تمام علوم رو داشتن و معمولا مورد مشورت همه شخصیت ها بودن، برای که در یک حالتی مشتری در اختیارش قرار میگیره که کاملا تسلیم او بود. و درد دلها، اسرار این مشتری یک روز در ضمن درد دل با دلاکش میگفت که مدتی این کمرم درد میکنه و شبا نمیتونم بخوابم، هر دواییم که خوردم نتیجه نداده. گفت که این اتفاقا خیلی روشنه، یک سیر خاکشیر میگیرین شما شب نمیکنید، میگذارین تا صبح بخیزه، صبح به ناشتا میل میفرمایید، با کلی رفت میشه. یه هم تشکر میکنه که ولی اصلا من متوجه مثلا نبودم، ولی دواهای مختلف خوردم که خودش عواقبش بدتر شد. مدتی میگذاره و چند لحظه بعد میگه که نمیدونم پیریه چیه، این چشمم درست نمیبینه، و دکتر میگه که عینک باید بزنی، عینکم به مشکل تحمل نمیتونم بکنم. میگه که اتفاقا امتحان شده، یک سیر خاکشیر شما میگیرین شب نم میکنین و به ناشتا پیش از صبحانه میل میفرمایین دو سه شب همین کار تکرار بکنین، افاقه میشه. مدتی میگذره و چند تا دیگه میگه او باز همین دواره تجویز میکنه، میگه که زندگی ها خیلی عوض شده و هم با همین حقوق و با همین درآمد من این زندگی خیلی مرفه داشتم، حالا حقوقم بیشتر شده اما قرضم صد برابر شده، به طوری که اصلا از چشم طلبکارها من اصلا از خانه نمیتونم بیان بیرون. میگه یک سیش خاکشیر شما نمیکنید، صبح به ناشتا. میگه این چه جور دواییه که هم به درد کمر میخوره و هم به درد چشم میخوره و هم به درد قرض. میگه که 30 سال من هر شب خاکشیر نمی کنم، صبح به ناشتا می خورم، تا حالا هیچ بدی ازش ندیدم، هیچ بدی ازش ندیدم. این یک نوع تشیع خاکشیریه. تشیع صفوی و تشیع علوی خود به خود این تیتر شامل این عقیده است و این نظریه است که دو گونه تشیع داریم و این دو گونه تشیع دو نوع پیروان داره، و حالا من آمدم که اصول مذهب تشیع علوی ره و اصول مذهب تشیع صفوی ره در اینجا تشریح کنم. در ادامه تاریخ ادیان یک اصل جامعه شناسی اول مطرح کنم که پایه توجیه همه مسائل بعدی. در جامعه شناسی یک قانونی هست به این نام، تبدیل موومان نهضت و حرکت به انستیتوسیون، نظام و سازمان. به این معنا که در جامعه یک حرکتی ایجاد میشه بر اساس یک ایدئالی، هدفهایی، یک فکر، یک گرایش، یک ایمان جوان متحرکه. این نهضت رو ایجاد میکنه. نهضت به همون معنای اساسی نهضت یعنی حرکت، وزش، حرکت. این نهضت خصوصیاتش اینه
که عبارت است از یک روحی که به طرف یک هدفی روانه و همه پیروان خودش ره و همه مسائل و عقاید و احکام و اعمال و شعائری که و حتی مراسمی که در میان اون پیروانشون وجود دارد همه متوجه اون هدف هم و همه چیز و همه کس وسیله هم برای تحقق اون هدفی که این نهضت برای نیل به اون هدف به وجود آمده و این نهضت و حرکت در راه رسیدن به اون هدف به موانعی خود به خود بر میخوره و عوامل سد کننده راهش و در اینجا درگیری ایجاد میشه، مبارزه، کشمکش و جهاد. بنابراین یک نهضت از خصوصیاتش یکی حرکته، یکی روشن بودن هدفه، یکی این که همه چیز وسیله و مقدمه برای رسیدن به اون هدفه، و یکی این که در زندگی این حرکت و سرگذشت این حرکت تلاش و درگیری و مبارزه جبریست. در آغاز کارش برای پاسخ گفتن به یک نیاز زمان و جامعه یا طبقه یا قوم به وجود میاد و برای تحقق یک ایدئالی و یک شعاری به حرکت میاره پیروان خودش ره که اون ملت باشه، اگر ایدئولوژی یا نهضت ملی است، یا مؤمنین اگر مذهبی است، یا افراد اون طبقه اگر این نهضت طبقاتی است. این نهضت در مسیر خودش به هدف میرسه، به هدف که رسید به اوج قدرتش میرسه، درگیری ها و مبارزاتش از بین میره، سد و مانعی در برابرش دیگه نیست، حالتش عوض میشه. از یک حرکت مدعی زمان و تغییر دهنده نظام که میخواد خراب کنه، ویران کنه، چیز دیگه بسازه و همه چیز به تغییر بده و یک حالت انتقادی شدید نسبت به هر چی که وضع موجود را نشان میدهد یا میسازد داره، به اونجا که رسید میایسته. به قدرتش که رسید متوقف میشه، بعد قدرت اجتماعی رو به دست میگیره. یک حرکت محکوم در جامعه بود، اکنون یک قدرت حاکم شده و حالت انقلابیش رو از دست میده و حالت محافظه‌کاری میگیره، چون اول میخواست دشمن رو خلع اصلاح کنه و نظام رو عوض کنه، حالا خودش قدرتمند و حاکمه، میخواد حفظ کنه، نگه داره. یک حالت ضد انقلابی پیدا میکنه. خودش که روی کار آمد، انقلابهای بعدی رو بهش شورش، خیانت یا ضد انقلاب میخونه. در اینجا از نظر جامعه شناسی این واقعیت اجتماعی که اول حرکت داشت، نهضت بود، مومان بود، در قدرت خودش تبدیل به انستیتوسیون شده، یک نهاد نهاده شده، یک پایه اجتماعی شده، یک خیمه‌ای بر روی جامعه، یک اسکلتی و یک تشکیلات سازمانی اداری. به اوج قدرتش رسیده، اما در روح به توقف و رکود دچار شده. نمونه های بسیاری داریم. مذهب زردشت در دوره ساسانی به اوج قدرتش میرسه. روحانیت مذهب زردشت که در دوره اشکانی
در حال مبارزه با اشکانیان بودن و در حال کشمکش با نظام حاکم بودن، در دوره ساسانی حاکم بر سرنوشت جامعه، بر همه املاک و به همه قدرت ها، حتی قدرت سیاسی میشن. مذهب زردشت در اوج شکوه و عظمتش میدرخشه، معابد در اوج زیبایی بنا میشه و در نهایت آبادی و رواج در جامعه ها پشت سر هم تکثیر میشه و آتش ها در سراسر ایران برافروخته میشه. اما در همون جاست که دیگه روح مذهب زردشت متوقف شده و این مذهب که به صورت یک ایمان و یک حرکت بود، به صورت یک قدرت حاکم محافظه کار شده و در آمده. دیگه نیاز مردم ره که میخوان حرکت کنند، نیاز نسل جدید ره که او هم میخواد حرکت کنه، تغییر بده، برآورده نمی کنه، بلکه در برابرش میسته. این است که خود به خود چون نمیتواند پاسخگوی نیاز زمان خودش بشه در اوج قدرتش و دیگه بر سرها حکومت میکنه و بر ظاهر زندگی، خود به خود زمینه و زمانه نیازمند یک نهضت دیگه میشه. این است که میبینیم این تناقض به این شکل قابل حله که مذهب زردشت در اواخر ساسانی که اوج قدرتشه و در زمان اناوشیروان که به اوج شکوه و عظمت و استقرارش میرسد، در همون جاست که مانی و مزدک ظهور میکنن و بعد اون همه نفوذ پیدا میکنن و اون همه صدا و ندای اینها پاسخ لبیک از متن جامعه بخصوص از نیروی جوان میشنوه. این نشان دهنده اینه که این مذهب در اینجا در اوج قدرتش و در قله عظمت و حکومتش متوقف شد، یعنی حرکت تبدیل به انستیتوسیون، نظام شد و اون وقت ایستاد و اون وقت در برابرش نهضت های ضد او به وجود آمد. اینه که در دوره که اشکانیان که مذهب زردشت تضعیف شده بود و قدرتی نداشت و به حساب گرفته نمی شد از نظر نظام اجتماعی، پیغمبرانی یا پیغمبرگونه هایی و نهضت های مذهبی و اجتماعی در برابرش قیام نکرد اصلا. در زمان ساسانیان که به اوج موفقیتش رسید، در برابرش نهضت‌های بسیار نیرومند و پرنفوذ به وجود آمدند و اون رو روندند. در دوره ما، در دو قرن اخیر، ما شاهد تبدیل یک حرکت بزرگ اجتماعی در جهان به یک نظام حاکم اجتماعی هستیم. در قرن 19 فلسفه علمی، فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک، فلسفه سوسیالیسم یک حرکت بود، ایمان ایجاد میکرد و نهضت‌های گوناگون در شرق و غرب در سالهای 1860 تا 1870 رو نگاه کنید، در دوره پرودون، سن سیمون و اوائل ماس، تمام انگلستان و فرانسه و آلمان صحنه کشمکش بسیار نیرومند و گسترده این نهضت و این نهضت همینجور گسترش پیدا میکنه. در هر جا نیروهای تازه، ایمانهای تازه پدید میاره و این حرکت هم شرق و هم غرب فرا میگیره. نسلهای جوان، روشنفکران جهان و طبقات محروم به شدت به طرفش جذب میشن. در این یک 15 سال اخیر میبینیم همین نیرو
کم کم داره تبدیل میشه به یک انستیتوسیون، به یک قدرت راکد حاکم که از همه وقت نیرومندتره، از همه وقت مسلحتره، از همه وقت قدرت اجرایی بیشتر داره، اما برخلاف همیشه ایمان تازه دیگه نمی آفرینه. تبدیل شده به یک قدرت حکومتی و توجیه کننده وضع موجود حکومت‌ها و نظام‌هایی که به نام او وجود دارند. این است که در افریقا می‌بینیم در این 15-20 سال اخیر نهضت‌های ملی جلوتر و مترقی‌تر از نهضت سوسیالیسم و مارکسیسم بوده، به خاطر اینکه نهضت‌های ملی ضد استعماری در افریقا یک حرکت و اما سوسیالیسم قرن 19 به صورت یک نظام دیگه در آمده، به صورت یک قطب قدرت حاکم، و این علامت کهنه شدنش و توقف پیدا کردنش. تشیع، این که مقایسه میکنم با اینها به خاطر اینکه باز هم تکرار میکنم امشب برای اونهایی که دیشب نبودن و شبهای دیگه، که من فقط این مسائل از یک بعد بررسی میکنم و اون بعد جامعه شناسی مسئله. تشیع دارای دو دوره کاملا منفک و جدا از همه، دوره‌ای تا اوائل صفویه، دوره مومان و حرکت شیعه است و از زمان صفویه تبدیل شدن شیعه حرکت به شیعه نظام. و درست در زمان صفویه که تشیع که در پیش از صفویه یک اقلیت توسری خورده تقیه‌ای محکوم بود و بی قدرت که حتی نمی توانست نام حسین را بر زبان بیاره، نمی توانست با آزادی به کربلا بره، نمی توانست اعمال مذهبی خودش را در معرض چشمها انجام بده و همیشه تحت تعقیب بود و همیشه زیر شکنجه بود و همیشه تو زندان بود و همیشه متفرق بود، حالا تبدیل شده به یک قدرت بزرگ حاکم بر کشور و بزرگترین نیروهای رسمی ازش حمایت میکنن و حتی بزرگترین قدرتی که همیشه اون قدرت تشیع رو میکوبید و هر کسی را به نام و به جرم محبت علی دستگیر میکرد و شکنجه میکرد و میکشت، همون قدرت حالا خودش به کلب آستان رضا میداند. پیروزی بزرگ. همین حاکمی که همواره منشأ خطر برای اقلیت شیعه بوده، میبینه شیعه که پوتین هاش به رو دوشش انداخته و پیاده از اصفهان به زیارت مشهد میاد پیاده، و همین حاکمی که همیشه در طول 10 قرن اسلام همواره زیارت بر قبور ائمه شیعه رو منع میکرد و آب میبست و خراب میکرد، حالا آمده گنبد رو طلا میکنه و زریر نقره و گلدستر برافراشته. پیروزی بزرگ. و همین زیارت مشهدی که باید هزاران خطر و ضرر یک شیعی شیفته تحمل میکرد که بره به مشهد و برگرده یا به کربلا و برگرده، حالا به شکلی در آمده که در برابر زیارت مکه خود حکومت رسمی اسلامی، زیارت کربلا و زیارت مشهد یک زیارت رسمی دینی اعلام میکنه
و حتی لقب میده به زائر مشهد و زائر کربلا. همونطور که هر که میره به حج حاجی میشه، هر که میره به کربلا کربلایی میشه، و حتی هر که میره به مشهد مشهدی. پیروزی بزرگ. و همون علما و روحانیون شیعه که همواره جبهه پیشتاز مبارزه با حکومت ها بودن و همواره سپر و آماج تیرهای نظام حاکم بودند، همونها در عزیزترین و در مجللترین و مرفهترین شرایط زندگی میکنند و دوش به دوش حاکم مینشینند و در حکومت مورد مشورت قدرت سیاسی حاکم قرار میگیرند و حتی حاکم قدرت خودش رو به عنوان یک قدرتی که به نیابت امام از او گرفته و او به وکالت از امام تفویض کرده به او، به این شکل در اذهان شیعه تلقی میکنه و تحلیل. پیروزی بزرگ و درست تشیع از همین موقع که همه این پیروزی ها رو به دست آورد و همه این موانع برای انجام اعمال مذهبیش و ابراز احساسات شیعیش از پیش پاش برداشته شد و حتی عواملی که همیشه میکوبیدنش امروز در همون اعمال تشویقش میکنند و باش همگام میشوند، از همین موقع تشیع از حرکت ایستاد، تبدیل به یک نظام قدرتمند حاکم شد. درست از همین موقع این قانون تبدیل حرکت به نظامه که تشیع یکی از نمونه های بسیار روشنشه، به خصوص برای ما که بهتر میشناسیمش. چرا چنین شد؟ چرا ناگهان تشیع به این پیروزی رسید؟ ایران در قرن 16 و 17 در یک مرحله خاصی از نظر گروه بندی ها و قطب های نظامی و سیاسی جهان قرار گرفته بود. در جبهه های بزرگ و بزرگترین قطب در جهان، یکی قطب مسیحیت بود در قرن 16 و 17 و یکی قطب اسلام بود. مرکز قدرت رسمی اسلام امپراتوری عثمانی بود و اروپای شرقی مرکز قدرت مسیحیتی بود که قرون وسطا را در این قرن پشت سر گذاشته بود و یک شور و نهضت و حرکت و پیشروی تازه و آگاهی تازه بر سراسر غرب حکومت میکرد. اما قدرت اسلامی عثمانی به خاطر اینکه هنوز تکنولوژی غرب نتوانسته بود سپاهیان مسیحی را مسلح کنه، میتوانست همواره نیروی مسیحیت را بر جبهه های ایتالیا و یونان و اروپای شرقی و حتی اتریش مورد حمله های دائمی قرار بده، به صورتی که یونان که اصولا مظهر و مرکز تمدن غربه کاملا در مشت عثمانی قرار گرفته بود و به وسیله سپاهیان مسلمان عثمانی تسخیر شده بود. تمام اروپای شرقی در تحت تسلط اسلام قرار گرفته بود. نیروی اسلامی بزرگترین قدرت در مدیترانه ایجاد کرده بود، به طوری که مدیترانه که بزرگترین قطب حساس هم تمدن و هم سیاست و هم قدرت نظامی او زمان بود و هنوز هم این قدرتش حفظ کرده،
کاملا به وسیله نیروی دریای عثمانی کنترل میشد. حتی وین دو مرتبه به وسیله نیروی عثمانی محاصره شد و ایتالیا بارها تهدید به سقوط میشد و اروپای شرقی که در اون موقع حیثیت و قدرتش بیشتر از اروپای شمالی و غربی بود به کلی تسلیم قدرت عثمانی شده بود. قدرت عثمانی نژادهای مختلف و ملیتهای مختلف را به نام اسلام در یک وحدت نیروی جمع کرده بود و بر اونها حکومت میراند که بیشک یک حکومت فاسد بود بدون شک و هرگز شایستگی این که اونها خلیفه باشن یا شایستگی که اونها حاکم اسلامی باشن نداشتن. اما وقتی ما حاکم عثمانی رو در اون دوره به عنوان یک حاکم فاسد ناشایسته غیر قابل قبول تلقی میکنیم که با حاکم اسلامی بسنجیم، حاکمی که باید باشه، اما اکنون در برابر غرب و در برابر کلیسا اینا ایستادن، در اونجا خود به خود قضاوت ما عوض میشه. خود به خود غرب عثمانی رو که میکوبه به عنوان یک حاکم فاسد، یک حکومت فاسد نمیکوبه، به عنوان یک قدرتی در اسلام در مدیترانه میکوبه. جنگ عثمانی و جنگ غرب در یک اشل بزرگ، جنگ قدرت اسلام در دنیای قرن 17 و 18 و حتی 19 و قدرت مسیحیت بود. در اینجا پیشروی در همه جبهه ها با قدرت نظامی عثمانی است و همواره مسیحیت بهترین سرزمین هاش از دست میده و بهترین قطبای حساس مذهبی و تمدنیش رو مورد تهدید میبینه از طرف عثمانی. در اینجا ناگهان از پشت جبهه عثمانی یک قیام و یک نهضت بسیار نیرومند برمیخیزه. این نهضت عبارت است از رهبری با فرزندان شیخ صفی الدین اردبیلی که یکی از اقطاب تصوف، تصوف در تاریخ اسلام دو تا بعد متضاد داره، یکی بعد منفی گوشگیری و پارسایی و زهدگرایی است، یکی قطب گستاخی و هجوم و شهامت و مبارز جویی است. فرزندان شیخ صفی متصل به این قطب بودن، یعنی یک نوع حالت جوانمردی به معنای تاریخی کلمه، عیاری سنتی ایران که با تصوف اسلامی ایرانی پیوند خورده بود و یک نیروی اجتماعی بسیار بزرگ و مؤثر را تشکیل داده بود. این نیرو به خصوص با قهرمانان نظامی که درش به وجود آمد توانه از یک چیز بهره بسیار بگیرد برای روی کار آمدن خودش، و اون مجموعه نفرت‌ها و کینه‌هایی بود که در طول 10 قرن در وجدان جامعه ایرانی از حکومت‌های جور تسنن بر روی هم انباشته شده بود و این نفرت‌ها یک انرژی بسیار متراکم و نیرومندی بود که رهبران جدید با تکیه بر اونها توانستند استخراج کنند و در خدمت قدرت سیاسی خودشون قرار بدن و دادن و بسیار زود بسیار ماهرانه. ناگهان شیعه‌ای که 10 قرن خودش رو در زیر شکنجه
حکام تسنن، خلفای تسنن و ائمه و قضات وابسته به حکومت و نظام تسنن میافت که هیچ گونه حق حتی ابراز عقیده خودش را نداشت و در زیر پرده‌ها و زندان‌های تقیه همواره احساس خفقان می‌کرد، بعد از ده قرن قهرمانانی پیدا کرد که می‌توانست نفرت و کینه‌های خودش را در شمشیرهای اونها باز کنه و احساس یک آزادی مذهبی و رهایی اعتقادی بکنه. این رهبران با تکیه و توجه و آشنایی دقیق بر این عقده درونی جامعه شیعی توانستند نظام سیاسی خودشون رو بر عمیق‌ترین اعماق روح و وجدان و اندیشه توده بنا کنند و برای همین هم است که بعد از اسلام صفویه تنها نیروی هستند که ریشه های عمیق در توده دارند و برای همین هم است که شاه عباس یک سلطان صفوی در افکار و اذهان شیعی یک شخصیت اساطیری در ردیف اسکندر و خضر قرار میگیره. و مسلماً تبلیغات و قدرت‌های تبلیغی ماهرانه نقشی بازی می‌کنند. محتشم کاشانی میاد پیش سلطان صفوی و مثل پادشاهان قدیم و شعراشون شروع می‌کنه به مداحی سلطان. به خشم میگه که اگر دو مرتبه از این مداحیات چاپلوسی‌ها برای من بکنی دهنت پر از سر می‌کنم. من کلب آستان علی و خانواده‌اش هستم. چرا برای اونها مات نمیگی و برای من مات میگی؟ بعد محتشم میگه که برای من فرق نمیکنه، من شاعرم، خب برای هر کی خواسته باشیم برم. قولی من نوکر بادنجون که نیست، نوکر خان سبزوار میگه. بعد میبینیم که شعرا به کلی تغییر گرایش. همین شعرهایی که با مدح خانها و خاقانها و سلاطین و خلفای سنی همواره و شخصیتهای اهل تسنن همواره نیش می‌زدن به قلب شیعی و همیشه تشیع در برابر این شعرا یک سکوت پر از کینه و نفرت در خودش احساس می‌کرد، حالا شعرها رو می‌بینه که دهن باز کردن به مدح علی و به مدح خانواده علی و حتی به حمله و لعن و نفرین بر شخصیت هایی که هرگز کسی نمیتونست اسم اونها رو بدون صلوات ببره. اینها عقده گشایی های فراوان شد. نسخه خطی است که از علما میفرمودن در همین مجلس که در اونجا حتی به اینجا نشون میده که در اوائل کار یه عده از قزلباش های صفوی با تیغ توی خیابان ها می افتادن و دست جمعی می گفتن که مرگ بر عمر، مرگ بر ابوبکر. باید همه می گفتن هر کس جمعیت هر کس اونجا می آمد می رفت اونها باید می گفت داد می زدن بیش باز دکان ها مغازه ها هر کس. بعد صلوات بر پیغمبر، بر خانواده پیغمبر شعار. بعد همه باید صلوات می فرستادند و ابراز احساسات می کرد. هر کس تردید می کرد بلا فاصله از همینجا وارد می شد و می دارید تا پایی. این حالت الان ما مسلمه یک حالت خشن وحشیگری تلقی می کنیم، ولی تأثیرش به روی روحهای شیعی اون زمان نمی شه انکار کرد که این درست پاسخ گفتن به تیغاییست که همیشه شیعه می خورده و حالا صفویه می خواد برای تقدیس چهره جدید خودش نشان بده که داره از همه اون تیغ‌ها و از همه اون قربانی‌ها و خون‌ها انتقام بگیره. حالا خود اونا در دست دست نیستن ولی اینا که هستن بیچاره‌ها.
صفویه رشد کرد، نیرو گرفت بر متن توده و عمق اندیشه و بر اساس یک ایدئولوژی نیرومندی که در ایران بود. هنرمندی دیگه یه صفویه این بود که اصولا پایه خودش رو بر دو تا ستون کنار هم قرار داد، یکی تشیع، دوم ملیت. ملیت ایرانی و تکیه بر سنت‌های قومی ایرانی و تکیه بر مبانی اختصاصی و ویژه شیعی، این دوتا پای ایران را از همه جهت، از امت بزرگ اسلامی و از امپراتوری عثمانی که قدرت رقیب صفوی بود، کاملا جدا می‌کرد. پیوند ملیت، چون ملیت ایرانی کاملا مشخص بود از عرب و ترک، بنابراین ملت ایران به عنوان یک گروه کاملا جدا در درون این دریای بزرگ اسلامی یک جزیره جدا و مستقل می ساخت. دوم، تشیع، به خاطر اینکه بر اساس تکیه خاصی که صفویه و روحانیون و علمای وابسته به این نهضت بر خصوصیات ویژه کردند و به نوعی که تکیه کردند، کاملا ایرانی ها رو در این حال که به اسلام خودشون را وفادار می دانستند و بر اسلامشون می موندند، تمام وجوه اشتراکشون رو با دیگر ملت های مسلمان می بریدند. این بود که یک مرتبه در پشت جبهه عثمانی که به طرف غرب در حال پیشروی بود، یک نیروی جوشید بر اساس ملیت ایرانی و بر اساس تشیع فرقه‌ای خاص، و اینها، این دوتا قدرت و این دوتا فکر و نهضت چنان در هم جوش خورده بودن که قابل انفکاک نبودن. حتی بعد به این شکلی که جوش خوردن، یک تشیع ملی و یک ملیت شیعی درست شد. حتی به این شکل که شهربانو دختر یزگر بود، بعد همسر امام حسین شد، بعد ائمه شیعی که فرزندان امام حسین هستن همه میشن فرزندان یزگر هم، بعد یک شیعی و یک امامتی تشکیل میشه، امامتی که هم درش اولاد و تبار پیغمبر درش وجود داره و هم نژاد یزگر درش وجود داره و ساسانی. این من هر چی گشتم، البته نمیخوام بگم نیستم چیزی، ولی هر چی گشتم پیدا نکردم که در اسناد قدیم این داستان شهربانو و دختر یزگر بودن ده. پیدا نکردم. اگر که فضلا و دانشمندان پیدا کنم به من بگم خیلی متشکر میشم. اینه که ائمه شیعی میشن داماد ایرانی. حتی یک روز عاشورا، این خیلی سمبولیکه، عاشورا و نوروز با هم یک روز میفته. ببینید چقدر تصویر مرکب ملیت تشیع قشنگ ساخته شده بوده که هیچ جامعه تحمل کرده، خیلی ساده پذیرفته. فرمان میده سلطان صفوی که روز این روز را عاشورا بگیرن و فردا نوروز، و گرفتن مردم. صفویه ناگهان یک نهضت تشیعی را که همیشه در زیرزمینی ها مبارزه می کرده روی کار میاره، میاره رو بالکن در صحنه جامعه. اما این اقلیت شیعه چون هرگز در طول تاریخ نتونسته یک جامعه مستقل بسازه، هنوز شعارهایی نداره، هنوز مراسم نداره، هنوز نمیدونه چجوری خودش رو بروزهای اجتماعی بده، سمبل و علائم و مراسم اجتماعی نداره، بسیار ساده. یک وزارتخانه درست شد و یک وزیری
به اسم وزیر امور روزخانی. این وزیر امور روزخانی اولین آثار تمدن غرب را در قرن 16 و 17 به ایران آورد و اونجا اولین تماس ایران با غرب، نه از وقتی چاپخانه آمد و برق و اینها آمد. او هم رفت به اروپای شرقی، رفت هرچه مراسم دینی و تشریفات مذهبی در اونجا بود تحقیق کرد، مطالعه کرد، بررسی دقیق کرد، برگشت و در اینجا به وسیله آشنایان با مذهب یک محتوای شیعی بهش دادن و در جامعه رواجش دادن، به طوری که ناگهان در ایران سمبول‌ها و مراسم کاملا تازه‌ای که هرگز نه در خود ملیت ایران و نه در مذهب اسلام و نه در مذهب شیعی سابقه نداشت به وجود آمد و اون مراسمی است از نوع قفل بندی، زنجیر زنی، تیغ زنی که در لورد الان هم هست، با همین شکلی که اینجا اجرا میشه و حتی گاه به قدری ناشیانه این تقلید رو کردن که خود صلیب از اروپای شرقی که جلو دسته ها می بردن در پسیون، در مراسم پسیون، خود صلیب بدون اینکه تغییر بهش بدند آوردن به ایران و جلو دسته ها همین الان هم راه می برن و هیچ فونکسیون، هیچ عملی هم نداره، این معلوم نیست این برای چیه، هیچ کس هم نمیدونه هنوز برای چیه، هیچ کاری هم نمیکنه. اما همه شخصیت و عظمت و افتخار یک دسته به همون جریده شه، دعواها سر جریده است، عظمت یک و محبت و شکوه و فداکاری یک عده به بزرگی و سنگینی جریده بستگی داره. جریده درست نه تنها صلیبه، بلکه این کلمه به عقیده من کلمه ایست که از اروپای شرقی و از لاتین به فارسی آمده، چون جریده به این چیز اصلا معنی نداره. جریده، جریده اصولا تلفظ فارسی جراده به معنای صلیب و از این پرده ها و سراپرده هایی که درست در کلیساهای اروپای شرقی به خصوص الان هم وجود داره و همه میبینن به اینجا آمد و چون مسجد امکان پذیرش این مراسم جدید را نداشت و برای چنین کارهای ساخته نشده بود، در کنار مسجد یک ساختمانهای خاص این امور بنا شد. همیشه حکومتها چه در دوره پیش از صفویه و چه دوره بعد از صفویه از مسجد گریزان بودن و ترسان و تاریخ هم به اینا حق میده، برای که همواره قیام ها از مسجد ها شروع شده. حتی مشروطه شما نگاه کنید، نقش مسجد رو درش ببینید. تز یکی از دوستان من درباره همین نقش مسجد در مشروطه بود، تز دکتر. برای همین هم از که پیش از صفویه دوره به خصوص سلجوقیان و غزنویان و عصر خانقاه میگن، برای اینکه اینها در کنار مسجد، برای اینکه مسجد در کنار بمانه خانقاه ساختن، حکومت های سنی قبل از صفویه. و بعد در دوره صفویه و بعد تکیه ساختن جدا از مسجد برای اینکه این مراسم خاص در اونجا قرار بگیره و خاص این کارها بشه.